سلام خدا، سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید. روز گذشته جنرال عبدالرزاق فرمانده پیشین پلیس قندهار در حادثه تیراندازی در مقر ولایت قندهار کشته شد. وزارت داخله میگوید که در پیوند به این حادثه 3 تن را بازداشت کرده است. رئیس جمهور غنی گفته است که ختم بحران 40 ساله ای کشور را دیده میتوانیم، اما مخالفان به خاطر ایجاد فضای بی‌اعتمادی بالای فرزندان صدیق این وطن حمله میکنند. دکتر عبدالله همچنان گفته است که فرزندان وطن دوست و با غیرت را هدف قرار میدن، البته مخالفان مسلح دولت افغانستان. جیمز مدیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که جنرال لازق وطن پرست بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای افغانستان میباشد. موضوع بحث برنامه شب نگرش همین است. قبل از اینکه بحث خود آغاز کنیم، توجه کنید به گزارش از همکار ما. حمله روز گذشته که سبب کشته شدن جنرال رازق فرمانده ولایت قندهار و جنرال مومن حسین خیل رئیس امنیت این ولایت گردید، واکنش ها را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است، از مقام های سیاسی افغانستان تا وزیر دفاع آمریکا. از دست دادن یک فرد وطن پرست یک ضایعه بزرگ است، اما ما همچنان برای صلح که توسط افغان ها رهبری شود متحد هستیم. ما باید بفهمیم که این عمل را کی انجام داده است. اما حالا ما به طرف انتخابات می رویم و به تلاش ما برای دفاع از افغان ها ادامه خواهیم داد. معاون ریاست اجرایه هم قتل جنرال عبدالرازق را از بحر تاثیرگذاریش در هر دو انتخابات از بعد سیاسی پیچیده می داند. جهتگیری جنرال عبدالرازق در هر دو انتخابات مسیر انتخابات را می تانست تحت تأثیر خود به طور مثبت یا منفی درباره بعضی جهت ها قرار بدهد. فلحاظ این قضیه بود سیاسی پیچیده پیدا کرده. آقای محقق همچنان از بدتر شدن وضعیت جنوب کشور نگران است و میگوید نگرانی آنان از بحر به وجود آمدن بی‌اعتمادی میان ملت است. اصل نگرانی ما نگران امنیت است، نگرانی امنیتی و جنوب کشور دچار مشکل نشود. سازمان ملل متحد، پاکستان و سفارت ایران در افغانستان هم این حمله را نکوهش کردند. شورای سازمان ملل حمله های اخیر را در افغانستان محکوم می کند. خشونت و تهدید در هر شکل که باعث اختلال انتخابات و روند دموکراتیک شود غیر قابل قبول است. روز گذشته در یک نشست امنیتی که در مورد انتخابات در ولایت قندهار برگزار شده بود، دو مقام کلیدی این ولایت جان باختند و والی و فرمانده قول اردوی 205 اتل به شمول 3 خارجی زخم برداشتند. اما فرمانده نیروهای ماموریت قاطع که در این نشست امنیتی حضور داشت از این رویداد جان سالم به در برده است. سلام مجدد. مهمانان من در این بحث آقای محمد رادمنش آگاه نظامی، آقای انجینیر زکریا سکرتیا عضو مجلس نمایندگان و آقای محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی خوش آمدید. آقای رادمنش، میخوایم بس با شما آغاز کنیم. حالا چرا درست قبل از انتخابات اینچنین یک حادثه باید اتفاق بیفتد؟ قماندان قندهار باید کشته شود و همچنان اشخاص افراد دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر مهمانان محترم دور میز و سلام به همه بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. پیش از اینکه صحبت خود آغاز بکنیم، به روان شهدای افغانستان، خصوصا شهید عبدالرزاق و عبدالمومن و همچنان روز قبل برای شهید جبار قهرمان اتحاف عدیه میکنیم. خداوند بهشت برین را جایشان قرار بده. شما خبر دارین که دوستا و دشمنان افغانستان در بهبوهه تحولات مختلفه بعضی برای فعالیت های مثبت و بعضن برای فعالیت های منفی، فعالیت های که اونها هدف تخریب و یا ترمیم را دارن بوده دار میشه. خب ما فکر میکنم که جنرال عبدالرزاق زیادتر به مسئله انتخابات پارلمانی
وابستگی نداره، به خاطر از اینکه یک ولایت قندهار در اینجا بوده، اما اساسا در منطقه استخبارات منطقه کشیدگی های قومی در خود ولایت قندهار، اختلافات سیاسی بین احزاب و داشتن برنامه های احزاب در اونجا، مثلا کدام احزاب؟ خب ببینین، هر کسی که در افغانستان فعلا به چوکی دولت هست به نحو با برنامه های سیاسی یا همکاری میکنه یا عضو برنامه های سیاسی است. شما احزاب مختلفی را در افغانستان میشناسیم و در قندهار هم وجود داره. در این زمان مسئله خط دیورند که جناب جنرال عبدالرزاق کاملا مخالفش بود و هر وقت با سرحدی های پاکستان در خط فرضی دیورند درگیر می شدن و شاید بودیم که چند روز پیش هم دقیقا چون این چیز شد. یقیناً به هر صورت اختلافات مختلفه در ولایت قندهار و خصوصا در بود سیاسی افغانستان وجود داره و ممکن است مسئله انتخابات و تأثیر از بالای انتخابات و روان کردن افراد در پارلمان که به ارتباط جناب شهید جنرال رازق بوده هم تأثیرات داشته باشه و یقینا این تأثیرات باعث ای شد که او را در روزی که همه در یک جای جمع شده بودند و دشمن تصمیم داشت که همه از یار مورد حمله قرار بده، مورد حمله قرار داد. و شما خبر دارین که خود جنرال رازق همیشه در قندهار اعلان میکرد که طالب را برای ما زنده نبیارین. ای هم تأثیرات داشت که بر علیه از او از اقداماتی که به ارتباط احزاب مثل خب گروه سیاسی طالبا هم تصمیم گرفت که باید به همه ارتباط ما ایره بتوانین ضربه بزنین. از کار طالبا بوده؟ ما زیادتر فکر میکنم چنانچه خود طالبا میره قبول کردن کار طالبا باشد. تشکر آقای زکریا، میخوام بحث با شما هم چنان ادامه بده. کار طالبا بوده و اما شما دیگر از تحلیلگران سیاسی میان میگن که نه، این گونه برنامه ریزی از توان طالبان و از توان حکومت افغانستان بالاتر است. خب دید شما چی است؟ کار کی است؟ حکومت، طالبا یا بالاخره گروه های استخبارات منطقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بارد سلام به شما جناب رادمنش صاحب اخلاقی صاحب و بیندای تلویزیون آریانا. عرفای در این مورد گفتن در این مقطع یک کمی سخت و دشوار است، به خاطر که هنوز یک تحلیل سرتاسری و یک تحلیل منطقی از مرگ شهید بزرگوار جنرال رازق به دست نیست و یک پدیده بسیار پیچیده است، اما چند پیغام به مردم افغانستان میرسانه. یک پیغام بسیار مهمی که میرسانه است که اگر دشمن توطئه کنه ای جای افغانستان امن نیست، حتی ارگ افغانستان هم بعد از این نباید ما امن فکر کنیم و تامین امنیت به نظر ما یعنی همیشه در خطرات موجود است و یک پدیده ایدئال و اطور نیست که بگوییم ما روی ازی کار کردیم و امنیت در جای مخصوصی تضمین میکنیم. این چیز از ذهن مردم بیرون کرد که هیچ جای افغانستان امن نیست و به هیچ شخصیت ملی و وطن پرست هیچ نقطه امن نیست. یعنی پس شما میپذیرین که کار طالبا بودن؟ ببینید، چون این گفتم چند پیغام داره، یکی که ما مسئله صلح یا مسئله امنیت نمیتونیم تضمین کنیم، هیچ کجای جای امن نیست، هر جای خطرات موجود است، هر کس خطر موجود است. دیگه مسئله صلح طالبان به بازی گرفتن، سر صدایی که برای افتیده بودن که اینا صلح میکنن، اول با اراده کلان مردم افغانستان که ما به طرف انتخابات میریم، این حرکات در حقیقت اهانت کلان به اراده بزرگ یک کشور است که میخواه واقعا وایسند و قابرن. و این سر صدایی که صلح در قطر و در تاشکند و در مسکو برام افته یا در کابل آتش بس چند روزه میشه، اینا بازی بیش نیست از نظر طالبا و طالبا به صلح باور ندارن. حالا ایالات متحده امریکا پیش قدم شد، آقای خلیلزاد آمد به افغانستان، به پاکستان، به قطر، به عربستان سعودی و به امارات متحده. خیلی بهتر است که برای ضیاء میال یک سیگنال داده شد که این کارهای ضیاء با این رقم یک مخالف غیر منطقی ناممکن است. وقتی که از ما این رقم باج میگیره ملت افغانستان با کسی که
همیشه به او ستم کرده، حقش تلف کرده، جوانایش گرفته، باید یارو به زندانا بفرستن، نه که باید مصالحه کنه. مصالحه چی معنا میده؟ مصالحه به معنا عزیز که دو نفر ادعا دارن برای یک حق، اونا صلح میکنن که به حق خود برسه. تو طالب ادعا دارن با گرفتن حاکمیت هرک، به اون مصالحه میکنی که به هرک بگیره و در خون خونبهای اولادای وطن چی میشه که انسانا رو میکشه، خون زیره و هنوز هم کشته میره. من فکر میکنم طالب با یه حرکت خود نشان داد که صلح آوردنش، حتی اگر امریکایا پلان دارن یا هر کسی دیگه پلان دارن، به نظر من بازی بیش نیست. و از طرف دیگه اگر طرحهای توطئه‌ای از طرف جامعه جهانی یا از همسایه ما یا از هر حلقه‌ای که باشه، کسایی که مانع طرحها میشه باید از پیش رویشان برداشته شود. این پیغام رو به مردم ما میده که اگر کسایی که واقعا ملی فکر میکنن، به ملت خود اندیشه دارن، به مردم خود تکیه کردن، من از مانی اگر در مقابل طرحهای جامعه جهانی یا همسایه قرار میگیره، یا از پوستای حکومتیش برطرف میکنن و یا اختطافش میکنن و یا که میکشنش. این چند پیغام به مردم ما میتن که حالا آقای رازق در کدام موقف قرار داشت؟ ببینیم، با در یک موضعگیری زده پاکستانی داشت که اجنا و منفعت پاکستان در افغانستان قبول نداشت. مسئله خط... سیاست کلان افغانستان هم تون این چیز هستن، سیاست کلان افغانستان هم بالاخره بر علیه پاکستان طرحریزی شده. ببینه، یکی طرح کلان و کلی است، دقیق، و یکی کسایی است که واقعا عملا موزیگیری میکنه. ما سیاست مدارهایی داریم که میفهمه که عملیات تخریبی را کی میکنه، امکانات مالی به تروریست ها کی میده، پناهگاه کی میده، اما در کلمات دیپلماتیک کشورهای خارجی میگه، هرگز نام پاکستان را به کار نمیبره. اما ما کسایی داریم که اولین حرفش آغاز میشه با مخاصمت پاکستان و مداخله پاکستان. این دو تا بحث سیاسی از نظر دشمن ارزش‌های متفاوت داره. موضع‌گیری ازی واقعا موضع‌گیری بسیار جدی و قطعی برای پاکستان بود، برای طالبان بود، چون طالبان دوز به خانواده ازی را به شکل بسیار و شعارش هم بود که طالبان برای ما زنده نبرین، بسیار به شکل وقیحانه و بد و زشت دوز به خانواده ازی را طالبان اعدام کرده بودند. بلان موضع ازی قطعی بود، یعنی یک انجام از منافع افغانستان در مقابل پاکستان و طالبان گذشت نمی‌کرد. و فرض اگر معاملات روبرام می شد، احتمال داشت که یک مانع می بود. چی معاملات داخلی می بود روی تفویض قدرت به گروپ های مختلف و چی در معاملات حوزه‌ای و منطقه‌ای، این من ایسی یک مانع بود. احتمال داره که دیجا باید تحقیق شد و بعد از این ما فهمیم که از طرف کی شده، چرا شده، زمانگیر است مثلا و حال بسیار زود است که روی ازی بحث کنیم. آقای اخلاقی، شما چی فکر میکنید؟ توی چی هدف فرمانده رازق باید ترور شود؟ مخالفت با طالبان، با موضع‌گیری های طالبان، یا بالاخره با پاکستان، یا اهداف سیاسی همچنان اینجا نهفته است؟ چون آقای محقق بر از او اشاره کرد که اهداف سیاسی همچنان میتوند که یکی از دلایل ترور آقای رازق باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مهمانان محترمی، بحث و بینندگان برنامه‌تان. من هم اتحاف دعا دارم به روح جنرال قهرمان عبدالرازق و ارواح سایر شهدای افغانستان. ما فکر میکنیم که با توجه به گزارش هایی که از این حادثه در رسانه ها گزارش میشه، پیچیدگی ابعاد از این قضیه را بیشتر میکنه. نگاه کنید، جنرال رازق ضمن از اینکه در بخش امنیتی یک شخص واقعا تاثیرگذار بود، گرچند که جناب رادمنجی صاحب در این قسمت اطلاعاتش بیشتر، ولی معلوماتی که ما داریم نه تنها در ولایت قندهار بلکه در ولایت جنوبی مانند زابل و اروزگان و هلمند نقش بسیار برجسته و تاثیرگذاری برجسته داشت. لذا ضمن از اینکه یک در واقع در بخش امنیتی یک چهره شاخص و تاثیرگذار در این بخش کلان و مهم افغانستان بود، یک چهره سیاسی پیچیده هم داشت. در ظاهر زیاد خود نشان نمیداد که یک چهره سیاسی است، اما در پشت صحنه چی تعاملاتش با بعضی از کشورهای بزرگ جهان و چی در داخل با یک سلسله حلقه ها، اینا خودش ای ابعاد از این قضیه را پیچیده تر میکنه. ضمن از اینکه در داخل نسبت به حضور و وجود جنرال رازق حساسیت های وجود داشت، قطعا از طرف
کشورهای خارجی، استخبارات منطقه و بین المللی یک حساسیت نسبت به جنرال رازق وجود داشت. ما فکر میکنیم که جدای از اینکه رازق در برابر سیاست های مداخله گرایانه پاکستان همیشه استادگی میکرد و توانسته بود که این بخش از افغانستان را به یک نحوی کنترل بکنه و از دخالت و نفوذ اینا با تا حدی به صورت نسبی جلوگیری بکنه، ارتباطات و تعاملات گذشته جنرال رازق که به غرب یک مقدار بیشتر چی داشت و در ای اواخر بعضی از ارتباطات دیگه ایم که صحبت میشه، خود از این ممکنه که این مسئله را امو دخالت های بیرونیش را بیشتر بکنه. به هر صورت من فکر میکنم اونطور که اجنر صاحب نام صحبت کردن هنوز هم زود است. نگاه کنید وقتی که گزارش ها میده در اینجا، مثلا امشب ما وقتی که یک از رسانه ها را شنیدیم گزارش که میداد، میگه که خب یک نفر در اینجا داخل از این محوطه آمدن و این به این بهانه ای که ما تحفه آوردیم، انار آوردیم. اصلا این منطق نداره که در چنین وضعیتی و بیای برای از نو تحفه بیاره و او با مسئله بیاره. و دوم این که در اینجا مثلا ام قدرتمندترین نیروی خارجی در افغانستان او به سلامت جان سالم میبره، در حالی که به مراتب حساسیت نسبت به نیروهای خارجی در اینجا وجود داره و همین طور، اما در اینجا رازق تنها شهید میشه و ما فکر میکنیم که حتی کسای دیگه‌ای که در اینجا زخمی شده یا شهید شده شاید بر اثر امو فایرهایی که صورت گرفته، سراسیمگی‌هایی که به وجود آمده بین طرفدارای مثلا جنرال و کسای دیگه که در اونجا بوده، یک تعداد درمی گیرودار ممکن یک زخمی شده باشه و شهید شده باشه و خب اینجا تنها هدف اینجا جنرال رازق بوده و خودش نشان دهنده عزیز که این ممکنه که ابعاد داخلی پیچیده هم داشته باشه. تشکر آقای جنرال. حالا خارجی ها جان به سلامت میبرن ولی جنرال رازق ترور میشه، کشته میشه. خب ابعاد از این و بلاغ تبعاتش چی خواهد بود و این ریشه در کجا داره؟ خارجی ها گمان اغلب فکر میکنم که این یک برنامه امنیتی بوده که آقای اسکات میلر رفت اونجا و خود از وضعیت آگاه میساخت، اما این به معنای از این نیست که اینجا دستی از خارجی هایی باشه که به او جلسه بودن. ما عادتا شما میدانید که مقامات ایالات متحده امریکا و همه کشورهای خارجی در مسائل خشونت و ترور و این چیزها به این شکل قطعا اونها اشتراک نمی داشته باشند. شما ببینید اینها در جلسه هیچ گپی نشده، در جلسه بعد از اینکه تایید کرده تمام پلانهای امنیتی این گروپی که در اونجا به حساب امنیت قندهار پیشنهاداتی داشتن و اسکات میلر هم به حساب تایید مسائل را یادداشت کرده، جلسه ختم شده. وقتی که اسکات میلر با گروپی که داشته میروه، این مردم دیگه همونطور با هم صحبت کرده و بعضی خارجی های هم که مقیم در قندهار بودن با یا میبرایند. ممکن است که قرار گفته جناب اخلاقی صاحب هدف آقای جنرال رازق بوده باشه، ولی نفری که از امریکایی ها امنیت داشتن همراه اسکات میلر میروند. چند تا امریکایی که در خود قندهار وظیفه دارن همراه دگه جنرال هایی که هست میبرند. بعدن سربازای قماندانی امنیه و سربازای خود والی در محل حضور پیدا میکنن که از جمله این نفر به نام گلبدین بالای ازیا فیر میکنه. دقیق. ولی پس دستای از خارج یا بالاخره دستای خارجی یا مشخص غربی ما فکر در ترور آقای رازق ما به فیصدی های زیاد فکر میکنم که اسکات میلر و گروپ هیئتی که همراهش بوده قطعا دیگه این مسئله دست نداشته، ولی تبعات داره یقینا. وضعیت در قندهار کمک حساس شده و ما به این متیقین هستم که باید در مورد ارگانهای استخباراتی قندهار به طور جدی یک بازنگری شود
و مهمی است که استخبارات قندهار چرا اینقدر ضعیف بوده که سرباز محافظ والی دست به طور یک حرکت میزنه. پس معنای ازیر میده که در ارگانهای امنیتی خصوصا استخبارات قندهار مشکلات وجود داشته، نارسایی وجود داشته که باید بازنگری شود و متعاقب از این باید به زودی یک قماندان امنیت در اونجا تعیین شود. و من متقین هستم که تبعات اینقدر زیادی نخواهد داشت، چون هم قطعات امریکایی در اونجا هستن، هم قوای هوایی ما در اونجا یک لوای بسیار مجهز وجود داره و قول اردوی 205 اما یک بزرگی را باید در نظر داشته باشه. آقای جنرال چند لحظه پیش آقای اخلاقی اشاره کردن که حضور جنرال رازق در قندهار حتی بالای ولایت‌های همجوار قندهار تاثیر گذاشته بود. خب تاثیراتش همی بود که بالاخره بعضن به ای که ای باید حتی ترور شوه از خود حساسیت نشان ندادند و بسیار سادگی ترور شده. بعض وقتی که ایطور یک سیادت در قندهار و ولایت های اطراف داشت باید ای محافظی نمی داشت که ایره جدی محافظت میکردند، ولی به بسیار سادگی ایره کشتند. تشکر آقای که ای نقص در استخبارات قندهار است که باید جدن در مورد ازی بازنگری های تشکیلاتی و بازنگری های اداری و پرسونل. تشکر. بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه ادامه بدیم. سلام مجدد، بدانیم بحث ما خوش آمدید. آقای وکیل، حالا فکر میکنید که جای آقای رازقه یا آقای رازقه در ولایت قندهار کسی دیگره یا فرمانده دیگره پر کنه یا خیر؟ ببینید، در جامعه 2% نابغه داریم در بخش. تونست که کشور ما فاقد انسان های توانمند باشه، البته به معیار و درجه تجارب ازی شاید نرسه، اما کسایی هستن که اراده رو دارن که از خاک خود دفاع کنن، برای موضیگیری های دشمن قاطعانه استادگی کنن. در قندهار شخصت هایی هست، شخصت های ملی و وطن دوست حتمی موجود است که جای شپر کنه. امیدوار هستیم که یک شخص توانمند به که کارنامه ازی و کارهایی که کرده ناتمام نمانه. اول یک موضوعی که ضد پاکستان داشت و می رقم حرکت هایی که ضد طالب می کرد، یک کسی دیگه هم باشه بین حرکت ها بتانه جنوب غرب افغانستان مثلا قندار و حوزه جنوب بتانه نسبتا وضعیت خوب برش بده و طالب باید نامید بسازه. اما در کوتاه مدت چی فکر میکنید که وضعیت امنیتی قندار تغییر خواهد کرد یا خیر؟ ببین، اگر رازق کار کرده باشه و از خود افرادی را ایجاد کرده باشه و مردم قندار اراده به صلح داشته باشه، فکر میکنم اوضاع به حالت عادی برمیگرده. چرا یک فرد خود یک کار کرده نمیتونه معجزه کند؟ این مردم قندار اراده به امنیت و صلح دارن و با طرحهای دشمن موافق نیستن. اگر کار به این شکل بوده باشه، من فکر نکنم که اوضاع چی شوه. منتها باید مشخص شوه هر چی زودتر که کدام گروهی از طالب ها خوشبختانه که چی را گرفتن، ملامتی را به دوش گرفتن و این جنایت را پذیرفتن. انال ما نباید به دوستای خارجی خود و دوستای داخلی خود یا بدگمان شوه مردم افغانستان و به یک اعتماد قدری. یک موضوع دیگر آقای وکیل در نظر داشته باشیم که هر حادثه تخریبی، بالاخره هر حادثه ای که بر ضد منافع ملی افغانستان باشه، این طالبان است که بر عهده میگیرن مسئولیتش. خب واضح است که یک گروه مخالف منافع ملی افغانستان طالبان هستند و اینجا باید خرد سیاسی مردم افغانستان و خرد جمعی به این جهت باید قضاوت شود و فکر کنه که نباید به دوستای بین المللی خود و نه هم به حاکمیت افغانستان مشکوک شویم تا که مسائل تحلیل نشده. چرا طالبا با یک تیر دو فاخته نزنه، هم یکی از قهرمانای ما را شهید کردن و هم بخواین یک منازعه فکری را و ما ایجاد کنه که هم به متحدین بین المللی خود مشکوک شویم و هم به حکومت بگوییم و این یک سبوتاژ یا یک توته و یک یعنی یک تیوری توته در ذهن مردم نباید ایجاد شود. همین که طالبا پذیرفته فعلا قبول کنیم که کار طالبا کرده و فقط به این بیندشیم که چطور ما بتانیم از شخصیت های توانمند خود حمایت کنیم و از نفوذ طالبا در صفوف قوای خود ما جلوگیری کنیم. در اکثر جایی که اساکر ما کشته میشه، افراد نفوسی طالب و افراد خود فروخته و خائن
سبب میشه که افراد خوب ما را تلف کنه. فقط ما این درس از یادسه بگیریم و قضاوت های یعنی پیش از وقت قضاوت نکنیم که به ضرر ما بیشتر تمام میشه. آقای اخلاقی، آقای محقق با اون دوم ریاست شورای میگه که کشته شدن جنرال لازق با ابهامات زیاد امر هست. حکومت افغانستان اون ظرفیت توانایی داره که این ابهامات بیا روشن کنه و برای مردم افغانستان پاسخ بده که جنرال لازق کی کشته و چی گونه با چی برنامه‌ریزی و با چی طرح؟ البته با توجه به ذهنیتی که به وجود آمده در مجموع و مردم افغانستان واقعا از این حادثه متاثر شده است، حکومت افغانستان باید در این مسئله بسیار به صورت جدی عمل بکنه و هر قدر بتونه که دست های پنهانی در این قضیه را روشن بسازه و برای مردم ای را معرفی کنه و برای مردم نشان بده، ای به نفع حکومت خود بود. اما اون ظرفیت توانایی داره؟ ما فکر میکنیم که اگر اراده در اینجا وجود داشته باشه و بخواه قطعا وقتی دقیق اینا رو بررسی بکنه سرنخهای اصلی قطعا پیدا خواهد شد و این بستگی به این داره که آیا در اینجا واقعا همونطور که فعلا در رسانه ها آمده و طالبان آمدن گفتن که مسئولیت به عهده گرفتن، اگر این کار واقعا کار طالبان باشه و کار استخبارات بیرونی باشه در اینجا، شاید حکومت بتونه که قضیه بسیار واضح و روشن و سرنخوار برای مردم هم نشان بده. اما اگر در اینجا بحث های داخلی باشه، طبیعی است که مثل بسیاری از موارد دیگه پنهانکاری خواهد شد و در نتیجه برای مردم کدام توضیحات را حکومت نخواهد داشت. ما به باور هستم. ما فکر میکنیم که قطعا بحث انتخابات اموتر که در مصاحبه که با جناب آقای محقق داشتن، من به این باور هستم که با توجه به مو بافت هایی که در ساحات جنوب و از جمله ولایت قندهار و ولایت های همسایه قندهار وجود داره و با توجه به تاثیرگذاری هایی که جناب رازیق داشتن، قطعا حضوری ازی در انتخابات و در جهت دهی مردم چه در انتخابات پارلمانی و مشخصا در انتخابات ریاست جمهوری قطعا برازنده بود. بله، به این خاطر خب این مسئله ابهامات بیشتر میکنه. ما دو سفر در قندهار که داشتیم، ما در اونجا واقعا دیدیم که چقدر تاثیرگذار هست جنرال عبدالرازق، هم بالای نیروهای امنیتی که در دیگر ولایت هست، نه تنها در قندهار، و همینطور مثلا چهره ها و شخصیت های متنفذی که در قندهار و در بخش ولایت های دیگر هست، حتی اعضای شورای ولایتی که ما دیدیم. ما در این دو سفر متوجه شدیم که واقعا این جنرال یک شخص بسیار تاثیرگذار و محبوب در بین ساکنین قندهار و ولایت های همجوار هست و ما فکر میکنیم یک از وجود آمده پر نخواهد شد به این زودی ها. البته قطعا ما در افغانستان شخصیت های دلسوز، شخصیت های توانمند زیاد را داریم، اما یکی بیتانه جای رازق به این سادگی پرو بکنه، ما فکر میکنم کار مشکل خواهد بود. چرا؟ به خاطر ذکر جنرال رازق با توجه به تاثیرگذاری هایی که هم بالای حکومت داشت و هم بالای چی به یک نه و با توجه به همو بستر فرهنگی و اجتماعی که در ولایات و ولایت های همجوار داشت، به یک نحوی یک شبکه ارتباطی دوستانه خوب را حتی به وجود آورده بود و به می خاطر یک کسی که بیاید و اعتماد بقیه را جلب بکنه مثل جنرال رازق کاری بسیار ساده نخواهد بود. و به می خاطر من میگم که ضمن از اینکه ما به این مسئله باور داریم که در افغانستان شخصیت های دلسوز توانمند هست، ولی ای که بیاید جای جنرال رازق بگیره با توجه به این وضعیت البته کاری مشکل خواهد بود. و آیا واقعا حکومت هم به دنبال از است که یک همچه شخص را که اینمی شبکه را بیتونه داشته باشه، آیا چنین شخص را در اونجا معرفی خواهد کرد یا نه؟ یعنی یک سوال است که در آینده روشن خواهد شد. های ردمنش، این نخستین ترور نیست، این نخستین کشته شدن هم نیست. خب حکومت افغانستان برای روشن کردن اون ابهامات اراده جدی داره یا خیر؟ فکرتون چی است؟ یک هیئت از سکتورهای امنیتی اونجا رفته تا اینکه ببینه که وضعیت چی قرار است و در این زمان در اونجا از رسانه ها هم حضور داشتن که پود نمیمانه. ولی یک مطلب را من برای شما بگم، وقتی که انسان آب بازی ریاد نداره، نباید خود در دریا پرته.
بس منطقیش همین گونه است. ببینین وقتی که جناب جنرال صاحب رازق والی صاحب و جنرال صاحب مؤمن نمیتوانند امنیت خود بگیرند، این مردم چی باید بکنه؟ اینها مسئول امنیت مردم بودند و باید امنیت خود هم میگرفتند. ما به این نظر هستم که اشتباه ازیا بوده و یقینا شهادت ازیا هم از اثر اشتباهی بوده که اینها نتوانستند که یک فیلتر سازی خوبی در بین پرسنل خود داشته باشند. پس مصروف دیگه کارا بوده؟ اون ظرفیت نداشتند. مصروف هر کاری که بودند این یک اشتباه بوده. از نگاه ما به حیث یک نظامی این اشتباه بزرگی هست که از داخل پرسنل خود آدم بر علیه آدم اقدامات میکنه. این نباید ما مثلا بگوین که به خاطر از اینکه بسیار سیادت قوی در قندهار ولایت اطراف داشت، شاید در انتخابات ریاست جمهوری آینده موثریت می داشت که از جمله مثلا ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در اونجا رای می برد. این هم گیریم صحیحست، ایرم گیریم که استخبارات منطقه، ایرم گیریم که مافیای منطقه، ایرم گیریم که کسایی که در قندهار با مسائل مشکلات قومی هم بودن در مورد از تصمیم داشتن. ولی امیتر یک آدم قوی و یک آدم با داشتن بیز بسیار قوی داشت، قوی بود، باید اقدامات به خاطر تأمین امنیت خود طوری که خودش و ما حالا به غم از او نمی نشستیم باید می گرفت. تشکر. که نگرفتن و بالاخره این حادثه ایجاد شد. ما یقینا به این حادثه بسیار متاثر هستیم، ولی ایره هم میگیم که چرا؟ چرا؟ تشکر آقای وکیل. بین به این بازو پردازین که اشتباه خود باعث شهادت خود شد، موافق هستین با این دیدگاه؟ ببینین یعنی استخبارات باید تحقیق میکرد در مورد ازی عسکر یا سپاهی و علائم که مشکوک به نظر میخورد باید این مشخص میساخت، امکانش بود جلوگیری شد. اما تروریست های قدر مهارت دارن، مثلا جان اف کندی را که اگر رئیس جمهور با چی مهارت ها خود نگاه میکرد کشتن. وقتی که هدف تروریست ها قرار بگیره یک شخصیت، بر قیمتی که باشه او را میکشن، بر وسیله که باشه نظر ابزار کار میگیرن او را میکشن. یعنی طالبا از عبدالرازق دل خوش نداشت و از عبدالرازق به شکست در حوزه جنوب روبرو بودن. بنابر قیمتی که میشد ما با یک سیستم جهنمی آیسای روبروی هستیم و یک تروریسم جهانی بر علیه یک انسان توطئه کنه بر شکل او را میکشه و این کار تروریستا تقبیح شده نیست. و بر پیمانی که اگه خود نگاه میکرد بازم یعنی از جان اف کندی که در حفاظت خود فکر نکنم امکانات خوبتر می داشت، اما او را تانستن ترور کنن. تشکر. و این هم ترور میکردن بر شکل، چون شخصیت از این قابل قبول به دشمنان نبود. تشکر. آقای اخلاقی، فکر میکنید که این آخرین ترور باشه، این آخرین شخصیت باشه که در افغانستان ترور شده، یا بالاخره اشخاص افراد دیگر همچنان ترور خواهد شد؟ خب و چگونه باید برنامه ریزی شد که حداقل این ترورها کاهش بیابه؟ متاسفانه تجربه نشان داده که ما و شما در هر سال و هر ماه و هر هفته شخصیت های خوب از دست میدیم. قطعا با توجه به این وضعیتی که ما در نیروهای کشفی و استخباراتی خود میبینیم که در ساحات بسیار امنی که اصلا احتمالش نمیره در اونجا دشمن نفوذ میکنه، این نگرانی وجود داره که ترورها ادامه پیدا بکنن. من فکر می‌کنم که همون قدری که شخصیت‌ها تاثیرگذاریش بیشتره، باید در رابطه با امنیت خودشان همون قدر دقیق باشه. ولی طبیعی است که وقتی این شخص 20 نفر 20 بار از سوی قصد جان سالم به در میبره، بالاخره 21 بار تشکر. تشکر آقای اخلاقی، آقای زکریا و آقای راتمنش از حضورتان در بس ما بینید. آقای عزیز تشکر شما هم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.